دیگه کار دیگه که میتونیم باش بکنیم این هستش که غیر از اینکه حالا توی اون دیتابیسش داره دسترسی به تمامی دیکشنری های دیگه هم داره و وقتی یه مطلب رو که ازش میخوام پیدا نمیکنه میگه بر اساس فلان دیکشنری اینجا هستش، یعنی محدود به دیتابیس خودش نیست. مثلا من الان ازش خواستم این کد رو بیاره، آنتونی ماش رو برام بیاره، آورده، اما گاهی وقتا مثلا نداره. اگر مثلا همچین موردی نباشه، خب این اولین یافتهشه که داره از روش میخونه. این زیر وقتی که من سکرول داون میکنم مثلا میگه توی اربن دیکشنری اینو میگه، توی آکسفورد دیکشنری اینو میگه، توی نمیدونم همین جور تا ابد من میتونم اینجا مطلب پیدا کنم. به هر حال اگر خودش داشته باشه سریع همونجا به هم میگه، اگه نداشته باشه هم حتما یک چیزی مرتبط باهاش پیدا میکنه. چیز دیگه که داره وقتی مثلا من بهش میگم که کد رو دیفاین کن، یه بار با هم بررسی کنیم. اوکی گوگل، define cold. Cold, of or at a lower relatively low temperature, especially when compared with the human body. Okay. اینجا توضیحش رو که اول که از روش خوند، تلفظش رو هم که داره، هر چند بارم که بخوام برم تلفظ میکنه. Cold. با صدای مرد هم الان تلفظش رو داشتیم. بعد اینکه part of speechش مثلا adjective هست یا هر چیزی، اینها رو اینجا توضیح میده، synonymش رو میاره، مترادف، متضاد، همه اینها رو اینجا که میاره بعد ادامه میده معنی دومش چی هست، معنی سومش چی هست و همه اونها. و در پایان شما میتونید translate رو بزنید، روی این میزنیم. در صورتی که من همه اینها رو خوندم و متوجه نشدم، picture search کردم و همه کار رو انجام دادم متوجه نشدم، میتونم بیام اینجا زبانم رو مشخص کنم. هنوز این همه توضیح داره. میام مثلا choose a language. اگر شما میخواید مثلا میتونید زبانی رو بذارید و به اون زبان براتون ترجمه میکنه و معنیش رو اینجا میمیسه. به این ترتیب گوگل ترنسلیت هم توی همین دم دست شما هست. پس همین شما نمیخواد یه نرم افزار دیگه ای رو به نام گوگل ترنسلیت روی گوشیتون نصب کنید یا اپش رو بگیرید، چون این اپ ها وقتی دونه دونه گرفته میشن فضای کار کرده گوشی، در واقع فضای گوشی شما رو میگیرند. اپ ها، دیکشنری ها و مپ ها، اینجور چیزها ما میتونیم مستقیما از خود گوگل بگیریمشون اگه دسترسی به اینترنت داریم. البته اونهای دیگه هم باید دسترسی به اینترنت باشه. خوبیش اینه که فضا نمیگیره، اونهای دیگه میگیرند و وقتی که ما استفاده نمیکنیم خب فضای هم نمیگیره و هیچ انگار که نداریمش و به این ترتیب از باتری گوشی ما هم کم نمیکنه. اما وقتی که ما نرم افزار مختلف رو داریم به هر حال از باتری میگیرند. اوکی دیگه چی؟ غیر از این کاری که الان باهاش انجام دادم، کار دیگه که مثلا میتونم انجام بدم، البته کار که زیاد انجام میده، مثلا ماشین حساب میتونیم بریم حساب کتاب کنیم، میتونیم آب و هوا رو بپرسیم ازش و هر چیز دیگه ای میتونیم بشینیم باش تعریف کنیم، اما کاری که میتونه انجام بده در رابطه با زبان میتونه کمک بکنه این هستش که مثلا بهش بگیم که مثلا اسم فلان چیز چی میشه، صفتش چی میشه یا چیزی مانندی. اوکی گوگل، what's the noun of beautiful؟ نگرفت، کنفم کرد. گاهی وقتا از این کارا هم میکنه. اوکی گوگل، what's the noun for beautiful؟ Here is information from EC English Language Centers. اوکی، دقیقا همون کاری که گفتم. گاهی وقتا توی خودش مثلا توی دیتابیس خودش همچین چیزی نداره، اینجا مثلا نام ادجکتیو ها رو این سایت داره، این رفت از همونجا برای من آورد. من نمیخواد برم همین سایت ها رو بریزم به هم، خودش برای من رفت اینها رو آورد، نوشته ادجکتیو بیوتیفول، نامش بیوتی و نمیدونم مثلا کریزی صفت هست و کریزینس نام هست و چیزهای دیگه. یه لیستی اینجا ظاهرا تو این سایت هست که برام پیدا کرد بر اساس اون پرسشی که من داشتم. حالا اگه بخوام برم بعد یه چیزها رو سرچ کنم میتونم تو این سایت برم، میتونم دوباره از خودش بپرسم و این کار رو برای من انجام میده. به این ترتیب وقتی که دست به کارش بشی هی چیزهای دیگرش هم براتون باز میشه، این متوجه میشید که آه اینم داشته اونم داشته و به هر حال از دوستان دیگه هم ممکنه مثلا راهنمایی هایی بیاد برسه. میگم خیلی کارهای دیگه میکنه، آب و هوا و چیزهای دیگر رو نمیخواد اپ آب و هوا گرفت، نمیخواد اپ نمیدونم کلکیولیتر رو گرفت، هیچ اپی رو نمیخواد بگیم. من هیچ اپی رو روی نصب نمی کنم به جز اون چیزای ارتباطی مثل سکایپ و اینها، بقیه چیزها رو خودش داره و من کافی فقط ازش بپرسم، حتی مثلا همون چیزی که گفتم کلکیولیتر رو که گفتم. اوکی گوگل، 57 divided by 34.
The answer is 1.68. Okay. این حد یه خوبی که داره اینه که من برای اینکه بتونم این کامند رو انجام بدم اول باید بتونم بگمش، دوم یعنی واژه‌هاش رو بدونم، کمک رو میکنه، تشویقم میکنه که این کار رو انجام بدم شاید، و اینکه وقتی اینو میگم و این پاسخ رو میگیرم یعنی اینکه تلفظ هام درست بود. زمین اینکه شما میتونید حتی اینجا بنویسیدش توی گوگل سرچ به جای اینکه مثلا سرچ کنید برای یه دیکشنری یا برای یه نمیدونم کلکیولیتر ماشین حساب، میتونید همون پرسشتون رو بنویسید 57 divided by حروفش رو بنویسید، خودش براتون این کار رو انجام میده. به این ترتیب خیلی نرم افزار دیگر رو کم کردم من با این کار و عمر باتری رو بردم بالا. حالا غیر از اون توتوریال چجوری از گوشی همون بهتر استفاده کنیم، مطلب آموزشی که میتونه داشته باشه خیلی زیاده. اوکی، ما میتونیم از گوشیمون برای یادگیریامون خیلی بیشتر از اینی که انجام میدیم استفاده بکنیم. امیدوارم که این تیپ ها، این نکاتی که امروز توی این ویدیو مرور کردم کمکی بتونه بکنه و یادگیری زبان براتون از پیش لذت بخش‌تر باشه. آرات هستم از انگلیش فور پرژنز، خوشحالم همراهتونم و شما رو توی ویدیو بعدی می‌بینم. تا اون موقع بدرود.